بینندگان عزیز، با سلام بر شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز دوشنبه 21 دسامبر سال 2015 میلادی است و برابر است با 30 آذر ماه 1394 و این برنامه رو، برنامه جدیدی رو ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن شرق آمریکا، پایتخت آمریکا، به وقت نیویورک با شما خواهیم بود و درباره اسمش، چون من برنامه خودم رو سال هاست که اسمش رو با برنامه با اسم سوربی با مردم گذاشتم، گفتم این متفاوت باشه و دوستان پیشنهاداتی کردن. یکی گفت 60 دقیقه با شما، چون میخوایم که شما دوستان هم تماس بگیرید و مثل گذشته ها نظراتتون رو اینجا میگن با دیگران شیر کنید، با درمیون بذارید. در هر صورت اگر من رو از تلویزیون رنگارنگ میبینید هول نشید، فکر نکنید که جمهوری اسلامی حمله کرده استیشن رنگارنگ رو خریده و داده به ما. اینجا در آمریکا رسمه، چون اینها پیشرفت کردن، فهمیدن که از تکروی به جای نمیرسن، گفتن که حتی مخالفین رو هم باید بهشون میکروفون بدیم تا صحبت کنیم. آقای داور صاحب تلویزیون رنگارنگ سالها قبل این کار رو انجام داد و از هر قشر و از هر گروه و از هر طرز فکری، شما اگر شاهدش بودید یا اون موقع بیننده تلویزیون، بله شروع شد، اجازه بدیم ببینیم، قرار شد یه چند دقیقه بذارید ما صحبت کنیم بعدن. بفرمایید، سوربی هستم، روی برنامه زنده هستید. جناب سوربی درود بر شما. ممنونم عزیزم. از آقای داورم کمال تشکر رو داریم که بعد از 15 سال بالاخره شما دوباره به تلویزیون رنگارنگ باشید. 15 سال کمتره، ولی ممنونم، بفرمایید. 14 سال 11 چقدر شما تاریخ ها رو دقیق میدونی. من ازت خواهش میکنم یه 5 دقیقه بذار من با اونایی که منو جدید نمیشناسن صحبت کنم، شما دوباره زنگ بزن. من در خدمتتون. ممنونم و مرسی که لطف کردی و اولین تلفن برنامه من بودی. مرسی عزیز. خب دوستان عزیز، ممنونم از یکایی که شما، من چند روز گذشته بعد از اینکه آقای داور رو دیدم باهاش صحبت کردم، خب گفتم که بیام با حال و هوای تلویزیون رنگارنگ بیشتر آشنا بشم. یکی از مشکلات ما تلویزیون دارا یا برنامه گذارا اینه که هر کسی میپرسه آقا فلان تلویزیون رو میبینی، میگیم نه آقا من که وقت ندارم که، یعنی انگار که باید مثلا یه وقت روزانه 48 ساعت داشته باشیم تا بتونیم تلویزیونهای دیگر رو ببینیم. بعد از اون برم حقیقتا همینجوره، چون یه سری باید برنامه تهیه کنیم، بعد برنامه اجرا کنیم، خلاصه آش شل قلمکاریه این ماجرای رسانه. و حقیقتش رو براتون بگم، من این دوستم که الان لطف کرد و تماس گرفت، مثلا ایشون منو میشناسه، الان منو نگاه کنه ممکن زنگ بزنه بگه آقا بابا چقدر خوب شدی چقدر بد شدی. یه سری به من میگن آقا ما اون سوربی رو دوست داشتیم، سوربی من 2001 2002 2003 با تلویزیون رنگارنگ کار کردم، 2003 با آقای داور خداحافظی کردم، رفتم تلویزیون مردم رو اینترنت باز کردم. حالا چه اتفاقی افتاد دیگه اصلا نمیخوام صحبت کنم. بعدم همیشه با ایشون سلام علیک خودم رو داشتم. بذارید من این نوشته ها رو اینجا بذارم، اگه این نوشته ها با چیزی که ما الان برنامه داریم مطابقت نداره، مثلا اسم و اینها، از آقای داور امروز خواهش کردم که اون زیر برنامه ما این رو بنویسه که برنامه زنده با سوربی. بعد گفتم اگه یک کسی تند صحبت کنه میشه زنده با سوربی و خیلی ترسناکه، چون ما به هر کسی گفتیم زنده با، بیچاره یا مرد یا گرفتن اسیرش کردن مثل مصدق در خونش، یا اینکه به هر کسی گفتیم جاوید با، جاوید شاه از پدر و مادرهای ما کمتر عمر کرد، شاه با اون دستگاه و با اون نمیدونم مراقبت ها 61 سال بیشتر عمر نکرد. من صدای تلفن رو بستم، بذارید امروز 15 دقیقه من با تو صحبت کنم، بعد از 15 دقیقه من قول میدم ساکت باشم، شما هم قول بدید نفری 2 دقیقه امروز صحبت کنید، اگر یک کاغذ و قلم هم وردارید بنویسید در چه موردی، بیشتر ممنون میشم. من حتی یک اینجا تایمر بهش میگم، توی ایران میگفتیم کرونومتر، اینو دارم، این ساعتایی که اینجا بهش میگن آورگلاس، یعنی شیشه است و این هم
به اصطلاح گلاس شیشه میشه، آورم یعنی همون ساعت. بعد اینا ساعتای شنی میگفتیم تو ایران که برای تخم مرغ آب پز کردن استفاده میکردن. این عین عمر آدمیزاد از اون بالا، نمیدونم شما میبینید درست اینو، از اون بالا میریزه این پایین، این که تموم بشه میشه یه دقیقه، دوباره برعکسش میکنیم میشه یه دقیقه. من فکر میکنم اینا رو بذاریم کنار، خودمون، وجدان خودمون، اینجا میگن common sense، فهم و شعور خودمون رو بگیم آقا یه برنامه آمده، حالا ما نمیگیم این میلیون ها بیننده داره، آقا 100 تا بیننده داره، نمیگیم 100 تا بیننده داره، 60 تا بیننده داره، خب من یک دقیقه سهمم میشه. اگر ما در رابطه با برنامه ها همین رو رعایت کنیم، انصاف رو رعایت کنیم، باور کنید کارمون درست میشه. من اسم برنامه هام رو گذاشته بودم کارمون خیلی خرابه. دوستان زنگ میزدن آقا یعنی چیه کار شما خرابه؟ گفتم خب من که میگم کارمون خیلی خرابه، پس من جز اونا هستم. حالا یه سوالی من از شما دارم، شما کار درسته؟ میگفت بله. گفتم بیا مهمون من باش، من تو برنامه میگم دوستان کارمون خیلی خرابه، کار این خانم یا آقا خیلی درسته. اون وقت ببین مردم به شما چی میگن، میگن برو آقا این پولمون خورده، برو آقا این ماشینمون نمیدونم اینجوری تعمیر کرده، برو آقا این پول از من قرض گرفته اینجور اونجور. پس اب نداره بگیم کارمون خرابه تا فکر کنیم چرا سوربی میگه کارمون خرابه و حتی میگه کارمون خیلی خرابه. یه دوستی داریم ایرج، سالهاست ازش خبر ندارم، امیدوارم که شاد و سلامت باشه و اگر برنامه رو میبینه یا میشنوه تماس بگیره. در صورت این برنامه ها رو همونجوری که آقای داورم سه بار چهار بار تو برنامه مختلفش گفته، به صورت آزمایشی یه 10-15 روز یه ماه ایشون لطف کرد گفت یه ماه، ولی من تو برنامه تلویزیون مردمم میگم آقا هیچ چیزی دائمی نیست، این قولهای طولانی رو به هم ندیم. شما میدونید این روزا حتی عقد و ازدواج، قدیما میگفتن تا مرگ ما رو از هم جدا کنه، بعد قول میدادن در مریضی، در سلامت، در پولداری، در فقیری. بعد میبینیم بابا هنوز طرف مریض نشده، همین که پولش تموم شد اون ول میکنه میره، حالا یا زنه ول میکنه میره یا مرده، چون بعد این روزا بعض وقتا خانم‌ها بیشتر از آقایون توی زندگی پول میسازن و در حقیقت اون مساوات رعایت شده. حالا که راضی به ازدواج صحبت میکنم، در ایران ازدواج های اجاره‌ای شروع شده. براتون میخونم، من اون موقع وقتی میرفتم تلویزیون رنگارنگ، باور کنید یک کیف دستی داشتم و توی اون یه پوشه‌ای بود که میتونستم 8 ساعت 7 ساعت برنامه ها رو به اصطلاح اجرا کنم. چرا؟ دلیلش این بود که ما اون موقع هفته یه روز برنامه داشتیم، قبل از این که بریم رو ماهواره و نمیدونم 24 ساعته بشه، هفته یه روز برنامه داشتیم، پس 6 روز وقت داشتیم مطالب رو جمع کنیم برای اون یه روز، اونم یه ساعت برنامه داشتیم. الان که من 2 روز یه بار برنامه دارم، ولی اینجا با شما قرار ساعت 12 ظهر به اصطلاح هر روز باشم، این خب ما وقتی نداریم به اون صورت. چه کار میکنیم؟ از اینترنت مدد میگیریم یا یاری میگیریم، این خبرها رو به این سرعت اونها میذارن، ما هم استفاده میکنیم. من کاری که میکنم خبرها رو اگه بتونم سورس یا منبعش رو بدونم از کجاست، اونا رو بهشون میگم، تشکرم میکنم، اسمشونم میگم، خب زحمت کشیدن دیگه، اینم یه انصاف دیگه. ما به اینجا رسیدیم از بی انصافیمون. خب من 10 دقیقه هنوز نشده، 1 دقیقه داره، میخواستم 15 دقیقه 5 دقیقه تخفیف، 10 دقیقه 1 دقیقه 1 دقیقه رو صرف این میکنم که بگم من کی هستم. یکی از چیزهای بدی که راه افتاده توی تلویزیون های ایرانیه، طرف میاد میگه آقا شما یه مقداری از خودت بگو ما ببینیم که شما به چی باور داری. آقا مگه شما میری نون میخری به نونوایه که داره پشت اون گرما و تنور و اینا کار میکنه میگی آقا شاطر حسن بگو ببینم که چی کاره بودی چی کار؟ آقا نونه رو میگیری بر اساس اینکه این نون خوبه، برشته است، خوشمزه است، خمیرش بر آمده یا ور آمده، دل در نمیگیری میگی شاطر عباس مثلا یا شاطر حسن نانوای خوبیه. حالا ما چون این رسم بد شده اینجا بهش میگن غلط مصطلح، چیزی که اصطلاح شده تو ایران میگیم، میگیم اینجا. من براتون میگم بنده شیرازی ام، خب تا حالا از لهجه‌ام فهمیدید، خیلی هم افتخار میکنم، ولی شما حق داری از شیرازی بودن من ناراحت باشی.
چون ممکنه تهرونی باشی، خبر نداشته باشی مامان بابات از کجا اومدن، بخوای پوز بدی بگی تهرونی هستم، بعد یه دفعه فامیلی تو که میگه هم میگه اون که مثلا بچه اردبیله، اون که بچه اصفهانه. من به شیرازی بودن خودم افتخار میکنم، به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم، به انسان بودن خودم افتخار میکنم، به امید روزی که من و شما بتونیم با هم صحبت کنیم بدون اینکه من بگم شیرازی هم تو بگی تهرونی هم، از انسانیت هم دیگه استفاده کنیم، لذت ببریم. دوست عزیز، همونجوری که من و داور ممکنه در هزار قسمت با هم مخالف باشیم، ولی در یک باره در یک مورد با هم، امروز بعد از مدتی زود برنامه رو شروع کردم، من دو شروع میکنم به تتپاتا افتادم، در یک مورد ممکنه با هم وجه مشترک داشته باشیم، من و اون هر دومون این وجه مشترک رو گرفتیم. آقا شما سواری اتوبوس که میشی از اینجا میخوای بری واشنگتن، مگه از همه میپرسی شما شاه اللهی هستی، شما حزب اللهی هستی، شما جمهوری خواه هستی؟ سوار اتوبوس میشی، میشینی بغل دست یه نفر که نمیشناسیش، یواشکم روزنامه اونو میخونی. چرا شما دوتا امروز یه وجه مشترک دارید، هر دوتون میخواین برید واشنگتن؟ حالا در راه که میری، اگه صحبت کردی، اگه آدم خوبی بودی، اون طرف بعد با شما تماس میگیره، میگه آقا من تا امروز داشتم دنبال یه نفر میگشتم که هم فکر من باشه، و شما هم فکر من هستی، هم عقیده من هستی، هم باور من هستی. یا به شما میگه چه خوب شد که شما مخالف من هستی، من دنبال یک نفر میگشتم دعوتش کنم توی سازمانمون که به عنوان مخالف صحبت کنه. چون چه نتیجه ای داره من بیام یه چیزی بگم شما موافق من باشی، هر روز من بگم شما بگی به به، شما بگی چه چه، ببخشید. مثل این میمونه، تو مهمونی ها دیدی برای که جر و دعوا نشه طرف میگه آقا بیان آهنگ بخونیم، چیه بابا سیاست؟ هر طرف شروع میکنه یه آهنگی میخونه، هر قدم بد میخونه، هر قدم شعرها رو اشتباه میخونه، من و شما آخرش براش دست میزنیم. این هم همینه. من شیرازی هم، درس خوندم، دبیر هنرستان بودم، قبل از انقلاب دبیر بودم، بعد از انقلاب دبیر بودم، 5 سال بعد از انقلاب ایران زندگی کردم، دیدم ایران نمیشه زندگی کرد. چرا؟ به خاطر آخوندا. حالا هی شما بگید سوربی مأمور جمهوری اسلامی، آخه ببخشید دیوانه عوضی، کدوم مأموری میاد توی شیشه، توی یک ساختمون شیشه‌ای بشینه و این نورا رو بندازه تو چشم خودش و شما بیرون باشی، وقتی ما نور تو چشممونه دیگه شما رو نمیبینیم که، شما از تاریکی سنگ بزنی به ما. اون مأموره که میاد به شما میگه من هم فکر تو هستم، میاد داخل خانواده‌ات، میاد از چی میگن شجره و وجرت همه چی با خبر میشه، بعدم بهت ضربه میزنه. و ما متأسفانه تو هم حسن خواجه، اونم همشهری منه، براش نوشتم که حسن من از امروز در تلویزیون مردم، در تلویزیون مردم و رنگارنگ برنامه دارم و اگر خواستی بیا اینجا صحبت کن. اون گفته بابا اینقدر هی به هموطناتون تهمت نزنید، به هم توهین نکنید. من چیزی رو که این چند روز که برنامه داور رو میشنیدم و اینجا میشنیدم، چون دارم کار میکنم، کارهای ویدیویی و کارهای دیگه میذارم روی مثل رادیو گوش میدم، و خیلی خوشم اومد. داور اون قدیما تحمل مخالفت نداشت، یه چیزی که بهش میگفتی عصبانی میشد، اگه یه چیزی دیگه بهش میگفتی کمیاور فوشت میداد. الان به مردم میگه آقا فوش نده، بیا حرفتو بزن. جا داره از این دوستمون که زنگ زد تشکر کنم، از خانم لاله‌زار، درست میگم تشکر کنم، ممنونم، اصلا فکر نمیکردم شما یادتون باشه. دوست عزیز سوربی هستم، شما روی خط هستید، بفرمایید. درود بر شما جناب سوربی، خیلی ممنون از اینکه خودتون رو معرفی کردید. من دو تا سوال داشتم از شما. بفرمایید. اول از همه خواستم آقای سوربی اسم کوچیک شما چیه؟ بله، شما در مورد دوستان سال 2001 دیده بودیم آقای داور اسم شما رو دیگه نمیشه. بله، یه آقای گاورنری هم اومده بودن تو شما نوشته بودن اسکار. بله بله. بعد آقای داور باز میگن اسکر، بعد من اونجور نوشتم پاس. اگه یکی چوزی در این مورد هم بودیم. سال دوم هم در مورد اینه که شما در برنامه 29 جولایتون گفته بودیم که تلویزیون رنگاره محل لاتویتا. حالا سال رو ببینم علتش چیه که شما دوباره برگشتیم. 29 جولای چه سالی؟ 2015. بسیار ممنونم از شما. چه دقیقه ای؟ چه دقیقه ای؟ چه
کجاش بوده؟ برای من لینکشو بفرست تا من پخش کنم. تو آرشیوتون هست، در 34-15 سالی گفتی بودین رنگارنگ محل لاتولیتان. بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم، مرسی اوکی عزیزم. دو تا سوال کردی، من جواب میدم. همون جوری که گفتم، اتفاقا خوب شد شما آمدی، چون شما رو کاملا میشناسه. خوب شد شما آمدی، داورم شما رو میشناسه. و همین که کسی که انون زنگ میزنه، یعنی من خجالت میکشم، من میترسم که سربی بدون من کی هستم. من آدم بزدلی هستم، من آدم ترسوی هستم. بله، من اسمم اسقر هست، تو شناسنامم هم اسقر هست. پارسا بهم میگن، برای که دوستان دیدن من هم پارسی هستم، هم آدم خوبی هستم، اونا میگن. شما هر وقت جرأت پیدا کردی 10 دقیقه مهمون من، بیا با اسکایپ، اگه تو این منطقه هستی بیا بشین اینجا، برو بشین پهلو تلویزیون رنگارنگ، اونجا صحبت کن. من نظرم اینه، نظرمو گفتم. امروز هم اگه یه برنامه باشه ممکن بگم بابا ولم کن، اونجا که مثلا آبگوشت فلانه. نظرمو میگم. شما منظورت چیه؟ شما میخوای به کجا برسی؟ شما به کجا رسیدی؟ این همه وقت خودتو، عمر خودتو تلف کردی، با این دقت نشستی برنامه منو نگاه کردی، منو به این خوبی میشناسی، ولی بیا حالا کارنامه‌تو مثل من بگو. بگو من یه آدمیم، این همه سال تلویزیون نگاه کردم، اگر شما بگی به یکیشون $1 کمک کردم، نکردم، فقط مزاحمشون بودم، فقط آزار و اذیت رسوندم و کاری کردم که جامعه ایرانی از هم جدا بشه. شما اگر راست میگی، تلفنتو بذار، بگو من اسمم اینه، اسمم داریوش کبیره، کوروش هخامنشه، کمبوجی است، بردی است، تمام افتخار کنیم. کمبوجی و بردی ها که همه داستانشو میدونن، اونایی که خیلی افتخار میکنیم. بعد همین الان که من صحبت میکنم، تلویزیون رنگارنگ خیلی چیزا میگه که من باش مخالفم. اون روزم حتی گفتم اینی که مثلا من بگم یا علی، یا بگم یا زرتشت، یا اون یکی دیگه بگه یا مسیح، هیچ فرقی نمیکنه برای من. ستاش، چهارتاش، هر چی شما بگی، یا یکی دیگه بگه یا بها، بهاءالله، یا با، اینا همش من و شما به یه چیز ماورای فیزیک میخوایم خودمون رو آویزون کنیم که میدونیم وجودم نداره. حتی اونایی که تاریخ دربارشون نوشته، رفتیم دیدیم وجود نداره. الان بودن مسیح رو دارن میگن بابا اصلا همچین شخصی وجود نداشته. صدها نفر کلاهبردار آمدن به اسم مسیح، هی یکی یکی زدن کشتنشون. این آخریشم کتاب بایبل رو نمیدونم، داستان اول، داستان دوم اصلا وجود نداشته، 300 سال بعدش آمدن. آخه که چی؟ اصلا من دیروز فوش دادم به داور که چی؟ حالا شما میخوای چی رو ثابت کنی؟ نتیجه این صحبت چی بوده؟ حاصلش چی بوده برای خودت، برای مردم؟ کارمون خیلی خرابه. و بازم از شما ممنونم. من اگر تو خیابون دوستم پنچر بودم، این آقا اومده بود بهش میگفتم آقا من کمک میخوام، اگه میگفت من میرم 5 دقیقه دیگه میام، نمیومد. ولی امروز چون میخواد صدمه بزنه، لطمه بزنه، اگه بهش میگفتم 2 ساعت دیگه هم زنگ بزن، 2 ساعت دیگه مینشست اینجا. من تا صحبت کرد، من این آقا رو میشناسم، صداشو میشناسم، تا صحبت کرد فهمیدم، گذاشتم این سر کار. ما بابا میگه کور بشه اون مغازه داری که مشتری خودش رو نشناسه. بفرمایید، سربی هستم. الو الو جونم. جناب سربی سلام. سلام، سربی هستم، تلویزیون برنامه زنده است، اگر میخواین روی خط صحبت کنید بفرمایید. بله، من مصطفی زاده هستم. به آقای مصطفی زاده ممنونم. آقای به شما زنگ زدم. نه آقای مصطفی زاده، ازت خواهش میکنم، اولا من روی ماهتو میبوسم. حالا ببین دوست عزیز، این آقای مصطفی زاده از من قهر کرده بود، عصبانی از دست من، این مثل پدر منه، مثل عموی منه، و ما یه مدت صحبت نمی کردیم. خیلی خوشحالم که میگه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. تو آمدی که مصطفی زاده امروز من زنگ بزنه. ما الان ایام هالیدی هستیم، ایام تعطیلاتی. آقای مصطفی زاده، از همینجا روی ماهتو میبوسم. اولین روزی که با ایشون آشنا شدم گفتم تو شکل استاد دانشگاه ما بودی،
و واقعا این مثل بابای من هیچ دلخوری از شما نداشتم ندارم و نخواهم داشت. ولی در رابطه با فرمایش این دوست عزیزمون، ایشون خیلی دقیق تاریخ رو گفت و درست هم گفت، ولی توجه نکرد که آقای سورمی نگفت تلویزیون رنگارنگ تلویزیون ذات هاست. من مصطفی زاده، من مصطفی زاده در برنامه خودم خطاب به آقای ملازاده گفتم چهار روز تو تلویزیون لاسا صحبت کردی، حالا خیال کردی آدم شدی. این داستان این صحبت این آقا این بوده، من بودم که گفتم. من ممنونم از شما. من فقط این ایامو به شما تبریک میگم. اینجا دیگه ما نمیگیم مری کریسمس، میگیم هپی هالیدی، چون ممکنه شما کلیمی باشی، ممکنه جود باشی، ممکنه میترایت باشی، هر چی میخوای باشی. ایام خوبی برات آرزو میکنم و روز منو ساختی. مرسی، قربون شما، لعنت به هر چی جوده. آقا شر به پا نکن. مرسی. خب حالا ببین، اون یکی زنگ زد باعث شد آقای مصطفی زاده بیاد لطف کنه. مرسی آقای مصطفی زاده. آقای مصطفی زاده راجع به جهودا صحبت کرد که ما در شیراز عادت کرده بودیم به اینها میگفتیم جودا. من یادم وقتی در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشتم، یه خانم کلیمی همشهری خودم زنگ زد گاه سربی. من میدونم، منم که تو شیراز بودم میگفتیم محله جودا، حتی میگفتیم محله جودا، محله رو میگفتیم محله جودا. ولی اینجا نگو. گفتم چرا؟ گفت به جهودا یا اینا بگید جود بعدشون میاد، مثل توهینه بهشون. بگید کلیمیا، بگید یهودیا. گفتم چشم. همینجا از اون بیننده یهودی که این همه دوستان دیگه در برنامه تلویزیون رنگارنگ بهش پرخاش میکنن، بهش تهمت میزنن، بهش توهین میکنن، ولی این آقا میاد با مقاومت وای میسه، صحبت میکنه، با سلام تلفنشو شروع میکنه، صحبت میکنه، نظرش رو میده. من که اصلا شما رو نمیشناسم آقای یهودی که صحبت میکنه، مثل میگن دیوید بهت، نه کینگ دیوید، من از شما ممنونم، چون یه محیط رو درست کرده اونجا که شما میتونی با وجودی که میدونی همه مخالفتن یا حتی اکثریت مخالفتن، باز میای اونجا. آقای مصطفی زاده اینقدر خوشحالم، باور کن که نمیدونم چی بگم، چون من دیروز پریروز بود گفتم که این ایام تعطیلات و اینها یه تماسی بگیرم. آقای مصطفی زاده تو هلند زندگی میکنه، تنها کسی که از روز اولی که آمد عکسشو گذاشت، برنامه هم داشت، شماره تلفنشو گذاشت، تلویزیون اپوزیشن رو باز کرد، از دست همونایی که میگفتن ما با توییم فراری شد. اینجاست که من میگم بابا جون بعضی وقتا با مخالفا بهتر میتونی کار کنی. شما دیدید اونایی که با هم دوست بودن دعواشون میشد، بعد از اینکه دعواشون میشد بعدن دوستای بهتری میشدن. چرا؟ میفهمیدیم حد هر کدومون چقدره، یا حد این چقدره، من نباید از اون حد تجاوز کنم، اونم حد من رو میدونست که چقدره، از این حد نباید تجاوز کنم. در صورت دوستان عزیز اجازه بدید من شماره تلفن رو بذارم برای چند دقیقه اینجا، چون میاد و میچرت و میره، نمیدونم 15 ثانیه چقدر. این شماره تلفن در طی برنامه ها میتونید زنگ بزنید، اگر یه کسی رو خط بود میتونید پیام بذارید. منتظر نباشید حتما با من به صورت زنده صحبت کنید. برنامه اگه بازپخش بود پیامتون رو بذارید، در برنامه آینده من ازش استفاده میکنم و با هم به اصطلاح صحبت میکنیم. من دو تا ویدیو گذاشتم که میخواستم راجع به این ویدیوها به اصطلاح برنامه من، قبلا هم اینجوری بود میومدم یه موضوعی رو، چون من نه سواد سیاسی داشتم نه دارم، من آقا 40 سال پیش شروع کردم درس رشته برق میدادم، رسم فنی، درس فنی، حساب فنی و کار کارگاهی. الان دیگه دانش من به درد عمهام میخوره، چون هم مردن تو قب تاریکه، برم اونجا مثلا یه چراغی روشن کنم. دیگه اون رشته برقی که من خوندم فایده نداره. سیاست مدارای ما هم همینن، یه مشت افراد پیر پاتال پوسیده، یه مشت کتابایی که خوندن، همه اون کتابا نتیجهش رو ما دیدیم. 70 سال حکومت شوروی رو دیدیم به کجا رسید. این دوستانی که هی میگن هنوز کمونیست، کمونیست، حزب کارگر، اولا یکیشون نه خودشون کارگر بوده نه باباشون کارگر بوده،
فکر کنم چگوارام همینجوری بود دیگه، نه باباش دکتر بود، خودش دکتر بود. اینا بعضی وقتا از بس خوشن و پول دارن خوشی زیر دلشون میزنه، بعد میان این کارو میکنن، بعدم بلد نیستن چجوری انجام بدن، از بین میبرن یه جامعه ای رو، یه ملتی رو. اینجا الان بزرگترین سیستم و بهترین سیستمی که کار کرد این کار کپیتالیسم یا سرمایه‌داری بود، که اینم الان داره به بنبست میرسه. اگه نگاه کنی اینم داره به بنبست میرسه. در اصل دوستان اگه این برنامه رو امروز دوشنبه ساعت 12:25 به وقت واشنگتن و نیویورک میبینید، این برنامه زنده است. من هم هنوز زنده هستم. این زنده بودنم هیچ گارانتی و ضمانتی نداره. ممکن من یه لحظه دیگه قلبم بگیره مثل این بیچاره جوانایی که در ایران چپ و راست استرس پیدا میکنن، قلبشون میگیره، نمیدونم مغزشون استاپ میکنه، سکته، یا میگن ایست مغزی، ایست قلبی، فلان اینها، ما بمیریم. یعنی خیلی هم مهم نیست. در هر صورت میتونید هم در حین برنامه ها هم در حین بازپخش زنگ بزنید، پیام بذارید، صحبت کنید. من در زمان بازپخشم حتی اگه اینجا باشم و نخوام، یعنی روی ویدیو کار نکنم که صدای صحبت کردن مزاحم کارم نشه، من حتی اون موقع هم زنگ میزنم. حالا همه اینا رو ما گفتیم. من از اون دوستی که معلومه که با من و داور دشمنی داره ازش دعوت میکنم، آقا بیا ببینیم دشمنیت سر چی. شما طرفدار شاه هستی؟ بیا تو برنامه من راجع به پادشاهی صحبت کن. بیا بگو آقا پادشاهی انقدر خوبه، بعد از 7000 سال پادشاهی، بعد از 2500 سال هخامنشی، بعد از 57 سال دو تا پهلوی، حکومت رو دو دستی دادیم به ایمش آخوندی که خودمون میگیم اینا نمیدونن تو حوزه علمیه قوم این کارو میکردن، به هم اون کارو میکردن، هم مردم میخندن به شما، میگن اینا دیگه کیان. تو قرن 21 که تمام کشورها پادشاهی ها از بین رفت، همه شد جمهوری و شد حکومت های مردمی، که حکومت مردمی هم خطرناکه دوستان. همین آقای ایرج اگر باز بیننده و شنونده ما باشه حرف قشنگی میزد، میگو آقا شما میخوای موتورسیکلت سوار شی، بهت میگن بیا امتحان بده ببینیم بلدی موتورسیکلت سوار شی، هم خودت جونت در خطر نباشه هم مردم، ولی میخوای رأی بدی برای مملکت، یه رهبر انتخاب کنی، 4 سال یا 8 سال مملکت رو دو دستی بدی دست اون، از شما امتحان نمیگیرن ببینن بلدی یا نه. روزی که شد 18 ساله توی اداره راهنمایی رانندگی خیلی خوشحال بهت تبریک میگن، میگن شما میتونی رأی بدی. بعدم شما میری رأی میدی به کسایی که، آقا آمریکا مگه بهترین کشور دنیا نیست؟ اینجا شما فکر میکنید اون مجلس خبرگان رو نداره که اینا رو تایید کنه یا نکنه؟ به یه نوع دیگه است. مجلس خبرگان اینجا پولدارا است. الان همین الان شما برید 800 900 میلیون دلار این برادران کخ، بگیم برادران پخ بهتره، اینا دارن میدن. و جالب اینجاست به دو طرف پول میده که هر کدوم از اینها برنده شدن، این نوکر و عبد و کنیز، حالا دیگه آقای خانم کلیلی کلینتون هم دارم میاد، نوکر و عبد و کنیز اینها باشه و میشن. همین آقای اوباما که بنده بار اول رأی دادم براش، حتی تو دفترشون این بار کار میکردم، بار دوم رأی ندادم، گفتم چه فرقی کرد، هر کدوم از اینها پاشون میرسه به کاخ سفید دیگه نماینده من و شما نیستن، نماینده کورپوریشن ها هستن، نماینده این کورپوریشن چی میشه؟ شرکت های سهامی بزرگ. حالا چرا اینا شرکت سهامی هستن؟ این کورپوریشن رو درست میکنن که خودشون مسئولیت نداشته باشن، پول که میسازه پول رو بر میدارن، ولی وقتی شرکت میره پایین میگن ما که کار به این شرکت نداریم. که مثل این میمونه که من یک بگم من ناخدا هستم، اینم کشتی منه، شما رو سوار کنم پولش ازتون بگیرم، این کشتی رو هول بدم توی چیز، اگه این کشتی سوراخ بود چیز شد غرق شد، هر کی گفت آقا شما ناخدای این کشتی بودی، بگم نه بابا من این قسمت شخصیمه، اون قسمت بیزینس من کاری به اون ندارم، ولی پول رو من برداشتم. همین آقای دونالد ترامپ که الان متاسفانه خیلی از ایرانی‌ها میگن آقا باید بریم به این رأی بدیم، این داره حرف درست میزنه، ایشون همین کار کرده. ایشون آمده آقا یا خانم هر کی هستی، من اگر
وقتی اینو بس میکنم، الان ما چون تلفن جواب نمیدادیم و میخوایم عوض صحبت کنیم، ممکن سیستممون هنوز مچ نباشه. اون روز دیدم اتفاقا آقای داور از اسکایپ یکی به زنگ میزد، از 100 تا وسیله مختلف داریم، از نمیدونم تلفن یکی به زنگ میزد، از روی اینترنت یکی زنگ میزد، گویا از وایبر و اینا دیدم همه اینا رو نوشته. حالا یه مقداری با راجع به رنگارنگ صحبت کنیم. اونایی که ما رو دارید از رنگارنگ میبینید، خب میدونید کجا هست و چی هست. هر روز 12 ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک ما یه ساعتی با شما هستیم. اسم این برنامه رو دوست داشتید چربی با مردم، دوست داشتید 60 دقیقه با شما، دوست داشتید برنامه زنده با سربی. ولی این زنده باد سربی نگید، چون میترسم زودتر عمرم تموم بشه. بذارید ببینیم سعید چی گفته. میگه که بله، What entity organization is سربی to verify someone credential? What is all this? Is this a fraud or this guy is a murderer? This note is no has no long. Okay. بله، سعید یه کسی که تو آموزش پرورش کالیفرنیا کار میکنه، مسئول کامپیوترها و مسئول به اصطلاح ارتباطات و درس دادن به معلم ها هست که چگونه مثلا با بچه ها در تماس باشن، چگونه از کامپیوتر استفاده کنن. اینا خیلی هم به ما کمک کرده در کارهای کامپیوتر و اینها، و تلویزیون مردم را هم حمایت کرده، از این بابت ازش ممنون و متشکرم. سوربی هستم دوست عزیز، بفرمایید. جناب سوربی خیلی ممنون که مجدد من وقتی بخواه خودم معرفی کنم. نه حالا دیگه امروز زنگ نزن، زنگ بزن به اون شماره تلفنی که میدونی، پیام بذار تا من بهت زنگ بزنم باهات صحبت کنم. قانون جدید ما اینه که در هر برنامه لطف کنید یه بار زنگ بزنید. شما در برنامه زنگ زدی، من ازت خواهش کردم دوباره زنگ بزن، اون دومی شد انگار تلفن اولی شما. این تلفن سومی میشه شما مزاحم هستی، شما داری حق دیگران رو میخوای استفاده کنی، شما اون کسی هستی که بچه ها خانم ها وایسادن تو صف نونوایی، ولی میری جلو از اون دور میگی شاطر عباس سلام، نون من حاضر شد که صبح آمدم بهت گفتم. شما دروغگو هستی. شما زنگ بزن، شماره تلفن تو الان گذاشتی قشنگ اونجا بذار، من باهات تماس میگیرم با اسکایپ حضوری هر جوری خواستی، بیا مهمون من باش. اصلا شما چرا میخوای مهمون من باشی؟ شما اگه مخالف منی برو قشنگ برنامه خودت از تلویزیون رنگارنگ بگیر، اونجا بشین یک ساعت درباره مخالفت با من صحبت کن. مثلا بگو این سوربی که میگه من از سیاست چیزی نمیدونم این دروغ میگه، مردم میگن بابا این دیگه عجب احمقیه. ما سوربی رو میشناسیم، سوربی گفته آقا من اصلا آمدم تو تلویزیون شعر بخونم، شعر فریدون مشیری، اون گرگ و انسان و اینها. گفتن آقا صدات خوبه مثل صدای داووده، نمیدونم مثال صدای داووده کی شنیده بوده، اینم یه مزخرف دیگه ای بوده. البته دانشمندا دارن توی کهکشان‌ها دنبال صدای داوود می‌گردن، حالا کی یه صدایی رو پیدا کنن بگن این صدای داووده، دوستان کلیمی هم پول بدن اون صدا رو بخرن، حتما وقتش میرسه. ما اینجوری آمدیم تلویزیون، اولی هم که آمدیم توی تلویزیون رنگارنگ، حالا دوباره انون بزن بفرمایید. امیدوارم شما نباشی. بفرمایید سوربی هستم. بفرمایید. دیدید دوستان خوشتون اومد من چجوری اینا رو به شما میشناسونم؟ اگر تونستید کسی رو پیدا کنید که اینها رو از سوراخ‌هاشون اینجوری بکشه بیرون، آب میریزه میاد تو سوراخ اینا. ولی دیگه من اون سوربی 2001 نیستم که وقتمو برای تو بذارم، فعلا خداحافظ، به من زنگ بزن. خب و اما ازدواج‌های اجاره‌ای رو براتون بخونم و بریم سراغ این چیزایی که براتون گذاشتم. ضمناً امروز من ساعت 2 برنامه خودم از تلویزیون مردم پخش میشه، نمیخوام اینجا کانفلیکت آف اینترست درست کنیم، چون من باور دارم اون کسی که ماهواره نداره اگر اینترنت استفاده میکنه، اگه بیننده تلویزیون داور باشه یا تلویزیون رنگارنگ، اون کاری با من نداره. اون کسی هم که تلویزیون مردمه کاری با اون نداره و ما باید نترسیم از هم دیگه. آقا اگه ایشون طلا میفروشه من کفش میفروشم، جای هر دومون تو شاپینگ سنتر هست، مغازه های بازار ایران، شیراز، تهران، بزرگترین و بهترینش تبریز. میری یه نفر داره زردچوبه میفروشه، میری اون ورتا یه نفر داره ابریشم میفروشه، میری اون ورتا یه نفر داره فرش میفروشه.
کاری به هم ندارن. آقا صحبت من ادویه و زردچوبه است، آقای داور سیلک، سیلک ابریشم، اون خانم فلانی که میاد صحبت میکنه فرش، فرش کاشانه، فرش کرمانه، حالا که بدبخت شدیم فرش پاکستانه. کاری به هم نداریم، نترسیم. اولین کسی هستم که دیگران رو آوردم توی تلویزیونم صحبت کردم، به مردمم گفتن این آقا خودش تلویزیون داره، این آقا خودش برنامه داره. حالا امروز هم داور داره این کار میکنه، یعنی نشون میده که وحشتی نداره از اون فلانی. میگه آقا من اگه قرار باشه با سوربی صحبت کنم، من حرف خودم رو میزنم. حالا این حریف هستیم یا نیستیم قضاوتش با شماست. اتفاقا شاید تو این هفته یه روز دعوت کنم از داور که بیاد و مهمون برنامه من باشه. من و داور هیچ وقت توی برنامه با هم برنامه اجرا نکردیم. با خسرو بودم، با بیبهانی بودم، با مرتضی انواری بودم، با هر کسی که بگید ما برنامه داشتیم، ولی ایشون رو به عنوان برنامه گذار یا مجری تلویزیون اون موقع اصلا نبود، این کار رو نمیکرد، فقط کارگردان و بسیار کارگردان فنی و تهیه کننده برنامه بود. حالا چرا تهیه کننده برنامه من نبود؟ تهیه کننده بعضی از برنامه ها بود، مثلا خسرو بود، چند تا جوان دیگه بودن. این برنامه های خوبی هم بود، موافق، مخالف، ممتنع. این سه تا جوان فکر کنم اسم یک یاور بود، بعضی وقتا اشتباهی بهش میگیم داور، اسم یک افشین، اسم یک شم که خسرو بود. اینا رو می آورد میذاش یه مسئله رو میگفتن، اینا درباره صحبت میکنن، شما بینید. این تهیه کننده این میشه که به مجری میگه امروز درباره چی صحبت کنید. من اینجا خودم تهیه کننده هستم، خودم مجری هستم. من چه کار میکنم؟ من از اون تلفنای شما، من از این شخص احمق، از این شخصی که تو جامعه بدبخته، اینا اگه نگاه کنی نه شغلی داره نه موفقیتی داره، مونده اینجا روزی یه سیگار بنگی بکشه، یک نمیدونم یه جایی بشینه یه صحبتی کنه، مزاحم این بشه، مزاحم اون بشه. اینا رو باید ما ول کنیم. بفرمایید. دوستان دیدید اینا رو؟ آقایی که میاد، یعنی این آقا آدم درویه، آدم دروغ. و از اینا تو جامعهمون زیاد داریم، ولش کن. ازدواج اجاری یارانه برای صادرات سیب زمینی، یعنی منتظر باشین به زودی قیمت سیب زمینی و اینها در ایران از اینی هم که هست گرونتر بشه. میدونید که سیب زمینی و گوجه فرنگی و اینها رو احمدی نژاد گفته بود که نه به این گرونی نیست، بیاین در خونه من بخرید، نمیدونم مثلا گوجه فرنگی اینجا کیلویی 2000 تومانه. بعد ملت گفتن والله همه جای شهر 6000 تومانه، 7000 تومانه. البته ناگفته نماند در همین آمریکا دوستان، الان یه جایی میگه که مثلا یه همبرگر 99 سنت یه دلار. والله من بعضی وقتا گیر میافتم تو واشنگتن به خاطر کار ویدیو، میریم میگیم خب حالا یه همبرگری بخوریم، نوشابم نمیخوریم، آب میخوریم، 20 دلار ازت پول میگیرن. این شما هستی که میتونی بلند شی بری در خونه آقای احمدی نژاد از اون سبزی فروشی سیب زمینی بگیری یا گوجه فرنگی بگیری یا اینجا در محلتون که زور میگن. چرا هم اتاق اصنافی که دوره شاه گذاشت درست نبود و جواب نداد، هم اینایی که گران فروش رو شلاق میزنیم درست نبود. پدر سوخته میخوای گران فروش شلاق بزنی، اول خودتو باید شلاق بزنی، چون شما گران فروشی کردید، شما کم فروشی کردید، شما اومدید به مردم گفتید که چی بگیم چی نگیم، بعد یه چیز دیگه گفتید. بفرمایید. اینم این دوستان. حالا این چرا این کارو میکنه؟ برای که شما نشستید بدون حرکت، برای که شما زنگ نمیزنید میگید حالا ببینم چی میگه بعدن. شماها باید زنگ بزنید به این، بگید آقا آدم باشو، آمدی آمریکا، آمدی اروپا، هر جا هستی آدم باشو. در صورت دوستان اگر از ایران میخواین تماس بگیرید، من نمیدونم این شماره تلفن که ما داریم احتمالاً میتونید، چون آقای مصطفی زاده از هلند تماس گرفت، فکر کنم از اونجا باید 201 رو بگیرید. ما از این ور چون 011 رو میگیریم وارد نیستیم. اگر یه کسی زنگ بزنه و بگه و صحبت کنه، اون شماره تلفنم می‌نویسیم که مثلا از ایران 201. من اینجا اجازه بدیم بهتون نشون بدم، نوشتم که اگر کس، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. حالا اگه داور بخواد میتونن یکی دیگه هم درست کنن میرسن، شما هم میتوانید در تلویزیون رنگارنگ هم برنامه داشته باشید. چرا میای آقا از این بلندگو استفاده میکنی؟
و باز اینجا رسمه. الان از چند روز دیگه، از بعد از این هالیدی مالیدی مالیدی تعطیلات که تموم بشه، شروع میشه وقت برنامه‌های تلویزیون رو میخرن و میان به شما اون چیزی رو که ندارن یا دارن میفروشن. حالا چرا میگیم اون چیزی رو که دارن یا ندارن؟ الان چی اصلا که چیزی دارن به شما میفروشن، این مال و فروشگاه‌ها و اینها، میان میگه آقا کفش 100 دلار بوده، امروز شده 70 دلار، شده 30 دلار. پس این یه چیزی داره به شما میفروشه. یه سری آخوند و کشیش و اینها میان چیزی رو که ندارن به شما میفروشن. بهشتی که وجود نداره به شما میفروشن. درسته؟ معذرت. خب من و شما باید چه کار کنیم؟ باید ببینیم اونی که جنس داره، آیا جنسشو من لازم دارم؟ بخرم. اونی که داره دروغ میگه، کلاشی میکنه، نمیدونم کشیش رضا، کشیش رسول، کشیش فلان، که خودش چرا رفته مسیحی شده برای پناهندگی بگیره؟ بعدم تو حالا تازه بخواستی از اسلام در بری، چرا دیگه رفتی عقبتر؟ اینجاست که حالا دوستان زرتشتی ممکن یقین ما رو بگیرن. آقا جون، خانم جون، اصلا این دین اسلام که در ایران موفق شد به خاطر ظلم و ستم موبدان و اینها بود. داور زبله، میگه نه ما موبد کاری نداریم. آخه نمیتونی کاری نداشته باشی، اونا خودشون میان میندازن این وسط. انقدر اینا ظلم کرده بودن به مردم، اون اسلامیان مثل آخوندها زبل گفتن این چی کم داره؟ برابری و برادری. آمدن چیزی رو که ندارن بهش گفتن که ما برابری و برادری رو بهت میدیم. آقای عطاوی، مردم هم منتظر و تشنه این بودن، گفتن به دیگه از این بهتر نمیشه. به اینجا رسیدن. خمینی و دوستانش چه کار کردن؟ اونا هم آمدن گفتن که بابا پول برق گرون شده، ما برق مجانی میدیم، گاز مجانی میدیم، نمیدونم خانه نخرید، به زودی به همه تون خانه میدیم. حالا میگه خانه میدیم، من براتون یه فیلم گذاشتم روی فیسبوک، بیان بریم با هم ببینیم. 3 تا فیلم امروز براتون گذاشتم. بله خیلی ممنون. خانم افسون عزیز میگه جناب سربی، وجود شما را در رنگارنگ و کنار جناب داور به نیت خوب میگیرم و آرزو دارم این جمع با دوستداران باعث آزادی هر چه زودتر ایران گردن. شهناز ممنونم. من نمیدونم شما را افسون هستی یا شهناز هستی یا شهناز افسون هستی. افسون که میدونی کسی رو که سحر و جادو میکنن میگن طرف افسون شده، و اون خانمایی که اسمشون افسونه، یعنی اصلا شما ایشون رو وقتی میبینی انگار که سحر و جادو شده. ایشون لطف دارن روی فیسبوک اینها فعال هستن. و بذارید من ببینم این فیلم رو برای شما کجا گذاشتم. این فیلم رو ببینیم. ضمناً فیسبوک ما رو هم دو جا، یکی فیسبوک شخصی منه که به نام پارسا سربی است، یا سربی هم بنویسید میاد، عکس خودم هم اونجاست. یکی به نام تلویزیون مردم، چون این برنامه تلویزیونه، بذارید من براتون با تلویزیون نشون بدم. تلویزیون مردم فیسبوکش این هست. البته باز برگردم، حالا حرف تو حرف میاد راجع به اینکه شما میتونید در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشته باشید. ها اگه مایلید تو تلویزیون رنگارنگ برنامه داشته باشید با خود آقای داور، 703-255-9500، یا برنامه شماراشو میبینید رو وبسایتش، برید شماره و ایناش هست، تماس میگیرید، آقا من ساعت 12 شب میخوام، اون به اون مربوط. اگر مایلید توی این یک ساعت یا این برنامه با من باشی، اگه گفتی سوربی من میخوام نیم ساعت برنامه داشته باشم، دوستان هر چیزی هم یه قیمتی داره. این برنامه که من میام میذارم، این یه دقیقه دو دقیقه رو من به شما مجانی میدم. درست باز داور میگه شما طلبکاری، میگه در دیگ بازه، حیای گربه کجا رفته؟ شما از کی طلبکاری؟ ارث بابات ازش میخوای؟ این اینجوری میگه که اگه شما وجدان داری، اگه شعور داری، بابا این که صبح بلند میشه میاد اینجا رو آب و جارو و چراغ و برق و اینها، ما این 400-500 دلار فقط پول برق میده برای این کامپیوتر اینها، شما اگه آمدی گفتی اون دو دقیقه ای که طلب کارم ارث بابامو میخوام استفاده کنم، بعدم 10 دلار یه روز یه کافی نخوری بدی به این، کافی 10 دلار شده، 7 دلار شده، 6 دلار شده، از این کافیای شکل رو نمیدونم فلان بزنید 12-13 دلار پاد آب میخوره. ولی وقتی میخوام به یه تلویزیونی کمک کنیم، میگه آقا وضعم خیلی بده، من نمیدونم اینجوری هم بازنشستم، فلانم بیسارم،
ولی برای نوهمون میریم یه آشغالیت میخریم، دو روز بعدم میندازتش میشکنه. برای نود یه چیزی بخره که به کارش بخوره، یه کتابی چیزی بخره، $10 $20 هم بده به اون تلویزیونی که میخوای چیز کنی. نه شما پیغام بزنید. بفرمایید. الو. بفرمایید. عزیز. می‌خواستم به صحبت بکنم به آقای سربی. عزیزم صدای تلویزیون تو کم کن، با هم صحبت کن. بله، این آقای سربی، الان با شما صحبت می‌کنم. این آقای سربی کاملا از تاریخ غفلت داره. بسیار. نمی‌دونم چجوری اجازه دادین شما تو برنامه اجرا بکنید. عزیزم من خودم سربی هستم. عزیز دلم. دوستان ببینید، این آقایی که از تاریخ قبل داره، ما 10 بار گفتیم صدای تلویزیون تو ببند، با ما صحبت کن. میگه من میخوام با سربی صحبت کنم. میگم صدای تلویزیون تو کم کن، من سربی هستم، بفرمایید. از بس عصبانیه، از بس اون غرور بیجا، فکر میکنه همه چیز رو از تاریخ میدونه، مغزش دیگه بسته شده، تیرش رو آماده کرده، فقط میخواد شلیک کنه. شما که همه چیز رو تاریخ رو میدونی، صدای تلویزیون تو کم کن. من حتی اون روز جمعه توضیح دادم، قدم بزن تا چشم هم زدیم برنامه تموم شد. داور گفت اگه 1 ساعت کمت بیشتر برو. گفتم نه آقا، 1 ساعت خیلی هم زیاده، ولی مثل که خودم رو نمیشناختم که چقدر به راجه. شما دوباره زن، هنوز رو خطی، ولی من صداتو میبندم. شما باید بفهمی اگه با شرایط بازی ما بازی نکنی، هی 2-3 بار سوت میزنیم، کارت زرد بهت میدیم، کارت قرمز بهت میدیم، اخراجت میکنیم. اگه وقتی اخراج هستی از اونجا شروع کردی، شیشه پرت کردی توی زمین، صدای مامور میزنیم بگیر بندازتت بیرون. یاد بگیری. شما تاریخ میدونی، بیا قشنگ بگو سلام، درود، من هخامنشه نمیدونم فلان هستم یا سهراب فلان هستم و من تاریخ دانم. من هم میگم خیلی خوش آمدید، فردا مهمون من باش، بیا اون قسمتی رو که من بد گفتم، اشتباه گفتم، درست کن. مثل تیر از کمون در نرید. هی ما مجبور میشیم صدای تلفن‌ها رو ببندیم. بفرمایید. شمارم. بفرمایید. آقای سربی میبخشید، حالا صدای تلویزیون من بالا بود، نفهمیدم. آقای سربی شما که باید از ما واردتر باشید. نه اصلا دلیلی نداره من از شما واردتر باشم. چرا فکر میکنی؟ چرا فکر میکنی هر اوکی بگو. وقتی که عرب ها به ایران حمله کردن و تقوی کستا رو به هم ریختن، البته اینا یواش یواش جلو اومدن و تا اینکه همه جا رو تقریبا بعد از 80 سال گرفتن، قانونی و 5 تا قانون برای ایرانی عوض کردن. اگر کسی زرتشتی است و مسلمون نشده و یک مسلمون میبینه ازش جمع میشه، آقا جون شما اسم چیه؟ باید میدونم اینا رو میدونم. شما 80 سال زدی جلو، شما 80 سال میخوای به مردم به بینندهای من کلک بزنی. یعنی چه 80 سال کلک بزنم؟ آها میخوام بحث کنم. اولا این لحجه قشنگ، این لحجه قشنگ ما رو کجا اینا تاقه کستانه گرفتن، یه دفعه تمام ایران نگرفتن. عزیز دلم شما وقتی به داداش تلفنی صحبت میکنی، زنگ میزنی فقط همینجوری حرف میزنی، یا حرف میزنی یه جمله که تموم شد گوش میدی ببینی اون چی میگه؟ خب باشه، جمله میخوام صحبت بکنم. خب حالا شما بفرمایید، من اول به ذات بگم منظورم چیه. حالا این قانون در 80 سال بعد بوده یا اولش بوده؟ اینا قانونی وضع کردن که اگر یکی مثلا زرتشتی مسلمون نشه، از مقابل یک مسلمون که رد میشه، اگر اسب یا خر داره، باید پیاده شه و اون مسلمان رو با اسب و خرش به خونش برسونه. 2، اگر کسی زرتشتی است، باید در خونش اونقدر کوتاه باشه که وارد خونش میشه خم بشه، یعنی تعظیم کنه. 3، اگر کسی اگر کسی زرتشتی است، می باید مالیات 2 برابر اونی که زرتشتی نیست بده. و 3، در آقایانی که زرتشتی بودن، حق مدرسه و سواد و آموزی نداشتن. خب فشارهایی که
البته پنجمیش دقیق الان یادم نیست چون من یه دفعه اینو شنیدم و خطر ببخشید عصبانی شدم واقعا خب نباید میشدم. بله اینا من نرفتم تاریخ رو نگاه کنم همش یادم بیاد چون این از من 10 سال پیش من تاریخ خونده بودم تا 15 سال پیش همش دقیق یادم نیست، ولی فشارهایی تا 5 قانون گذاشته بودن که مجبور میکردن شرایطی ایجاد میکردن گذشته از این که میگفتن زرتشتیان نجسن و اگر مثلا تنت به تن سلمون میخورد چلاقت میزدن، گفتن تو وقتی میری باید مواظب باشی تنت به تن سلمون نخوره وگرنه که نجس میشه. چنین فشارهایی به این مردم زرتشت آوردن که مجبور شدن خب مالیات زیادتر بده، خرت رو نمیدونم ببر، نمیدونم خونه در. اگه دقت کنید الان هنوز تو توی بسیار این ورزشگاه های باستانی ما دراش کوتاهه، این دست کوتاهی از همون زمان مونده. اگه شما ورزش های باستانی برید ببینید باید خم بشی از در برید تو. این همون سنت مونده و شما میگید مردم ایران خواستن. حالا اجازه بده عدد 13 یعنی چه؟ ما میگیم عدد 13 نشه اصلا میدونید 13 یعنی یک محمد لعنتی و 12 امامش، یعنی 13 میگن نه. یعنی مردم ایران اجازه بده اجازه بده خیلی برای مبارزه با این بیشرفا نشدن اجازه بده اومدن دل خودشون رو خالی کردن و گفتن عدد 13 یعنی محمد و 12 امامش نه. حالا شما اومدی دفاع میکنی که اینا خب ببین دوباره شما بعد اولش محمد گفته بود برابری سیاوش گول زدن، اینا درست گول زدن ولی در عمل هیچ کاری نکردن جز اینکه کشتار کردن و ظلم کردن زرتشتیان رو. آقا اگه اینجا مجبور بکنن که چی عزیز دلان عزیز دلان شما دل هر چی میخوایی بگو. چشم، اولا دوست عزیز این لهجه قشنگت مال کجاست؟ شما من ایرانی هستم. بسیار عالی، خب باید افتخار کنیم. من میخوام بگم مال کجا هستم ولی امال اوکی هر جور آزادی، اینجا آزادی، اینجور آزادی، ولی لهجه خیلی قشنگه. این یک. دوما شما خیلی ممنونم که امروز ببین من و شما دوست شدیم، امروز شما قبول کردی عصبانی شدی. دوم بله واقعا خیلی ناراحت شدم، میبخشید نه من از اینجا چشمتو میبوسم، از اینجا پیشونیتو میبوسم. نه این من معذرت میخوام ازت، ولی ببین آخه میدونم چی میگی ولی ببین به قول شیرازی ها کاکو جون آخرش چقدر قشنگ شما با من همون حرفو زدی که گفتی بله این پدرسوختا دروغ گفتن، این پدرسوختا از اون ضعف مردم سوء استفاده کردن. خب من و شما که داریم یه چی میگیم، میگیم آقا چرا اونایی که بودن اینقدر ظلم کردن، اینقدر تاراج گرفتن؟ شما این حمله اسکندر به ایران همش به خاطر طلاهایی بوده که این پادشاه از مردم خزائن خودشونو پر کرده بودن، چشم طمع اونا رو باز کردن، اومدن این بلا رو سرشون رو بردن. بله. خب این یکی درست میفرمایید. آفرین. دو کلمه من در صحبت بکنم. پادشاهان زرتشت ظلم کردن با یک عده از روحانیون درباری ظلم کردن، درست؟ ای قربونت برم من هم که همینو گفتم. و قانون زرتشت که تفسیر نداره. نه شما درست. قانون زرتشت که مبناش بر پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک هست. و مسلمان هم آمدن از اون تقلید کردن، میگن نمیدونم که امامت و نمیدونم خدا و بله توحید نبوت ماها عزیزم این بله. تقلیدیست که از همین ستا کردن. خب یه مدار نره شده بردن. اصلا مهم نیست، بذار یه وقت دیگه با هم صحبت میکنم. منم دیگه الان آخر برنامه از روحانیون زرتشت درست راست میگید ولی تقصیر کتاب اوستا نیست. نه ما که گفتیم میگم اما آتش اینا این زرتشتی آتش پرستن. بله ما که گفتیم تقصیر اوستا. آقا دیروز گفت من بخواستم البته در برنامه آقای داور بگم، خب حالا یاد آمد میگم. اون بابا میگم آقا جان این آتشی که شما در این به اصطلاح آتش کده میبینید، اصلا من از خودم اولا مثلا منم هیچ موقع آتش کده در اصلا فقط کتاب خوندم. این اولا، یعنی اگر یک اشتباهی میکنم چون اصلا من تا عمرم آتش کده نیدم. ولی خب میگن آتشی وجود داره، این آتشی که اگه وجود داره من سابقه شد اصلا دیدم در تاریخ چی بوده، چون آخونده در ایران هم که بودم آخونده این رو میامازن هیبای منبر میگفتن. این آتش در زمانهای این دین زرتشت خیلی قدیمیه، یعنی مال 7000 سال 6000 سال پیشه. اون زمان کبریت نبود،
مردم با سنگ چخماق هم که میدونید خیلی سخته از دل تکنیک اومدن با سنگ چخماق این هیزوماشون آتیش می‌خواستن بزنن، دو ساعت با تراکتورم با هم می‌زدن سخت بود. این خوبی زرتشته، این آتشکده اومد چه کار کرد؟ این آتش اینجا روشن داشت و این موبد آتشکده این آتش رو همیشه روشن نگه می‌داشت. در هر محله مردم وقتی میومدن میرفتن با آتشکده محلهشون شمعشون روشن میکردن، اون چیزی که داشتن چوبی شمع رو روشن میکردن، میرفتن تو خونهشون این به اصطلاح اجاقشون روشن میکردن. این بود که در رأس موند همینجوری تا الان هم که احتیاج هست نیست و کبریت هست الان هم هست. بله. این نه اینکه آتش پرستن. بسیار عالی، ممنونم از زرتشتی ها خدا پرستن. بله. اگرم باور ندارن برن اوستا رو بخونن که از همش رو بعد از اهورامزدا و یزدان پاک و خداونده. بسیار ممنون، بازم بازم تو حرفتون. خب خواهش میکنم. نه دیگه، من ازت خداحافظی میکنم، از اینکه عشق به چشمات آوردم هم ازت عذر میخوام، امیدوارم عشق شادی باشه از این به بعد. سال نو رو پیشا پیش بهت تبریک میگم، امیدوارم در برنامه های آینده هم با من باشی. مرسی که تحمل کردی و با هم صحبت کردی. خیلی ممنون، خدا به امید خدا. بله ممنونم از دوستان. ببین بعضی وقتا دوتا ما یه چی میگیم، اینجا میگن پوتیتو پوتاتو، این به بعد یه هندی آمد، یه دختر هندی گو یو سی پوتیتو آی سی آلو. شیرازی هم اتفاقا به سیب زمینی میگن آلو. اوکی، مثلا یه چیزی داریم دو پیازه آلو، شما میگید دو پیازه سیب زمینی. ما یه چی میگیم، اون عصبانیت یا میگن طرف فلانی تعصب داره، همینه. یعنی اون چیزی رو که من فکر میکنم درسته، اگه فکر کردم شما راجع به اون دارید غلط حرف میزنید، غیر از این که، یعنی قبل از این که برم فکر کنم ببینم شاید سربی یک صدم درست بگه، تحمل کنم، اول تحمل کنم بذارم طرف حرفشو بزنه، بعد تأمل کنم، برم روش مطالعه کنم، وقت بذارم، بعد بیام نظرم رو بگم. آقا این سربی اصلا دیوانه است، میگه تاریخ وجود نداره، میگه من سال 1335 تو دنیا آمدم، از اون روز باید تاریخ بشه، قبلش اصلا هیچ کی وجود نداشت. آقا دیوانه است. شما اگه بیاید درست صحبت کنی، مردم میگن که شما بفرمایید. شما میگن که این آقا درست میگه، ولی شما این برنامه بعد که باز پخش میشه خودت نگاه کن، 80 سالو زدی جلو، سلمان فارسی که حالا فارسی بوده نمیدونم واقعا اسمش چی دیگه بوده، بعد میذاره سلمان فارسی، یعنی سلمانی که از فارس رفته بوده به طرف حضرت محمد و نمیدونم اون کتاب قرآن و ماجرای یه شب با سواد شدن این حضرت محمد، اینا همش زیر سر این همشهری یا هموطنه ما بوده سلمان فارسی. شما اینا رو یه دفعه زدی رفتی اون وقت، اگه اونو برگردی نگاه کنی میبینی همین سلمان فارسی که خودش یکی از سران بزرگ بوده، یکی از معبدان بوده، این حتی از ظلم اونای دیگه. ما کی گفتیم کتاب اوستا بده؟ ما کی گفتیم کتاب گاتها بده؟ کتاب گاتها مثل تصنیفه، مثل ترانه است، مثل شعر، شما بشین بخون از صبح تا عصر. ما کی گفتیم گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک بده؟ ما میگیم اونی بده که میگه من به گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک باور دارم، ولی فقط برای فامیلش رعایت میکنه. اگه یه نفر بهش یه حرفی زد، اگه یه نفر حواسش نبود تو رانندگی، یه دفعه پیچید جلوش 100 تا فوش خوار مادر بهش میده، ولی داره کجا میره؟ داره میره کانون فرهنگ دوستداران ایرانی، اونجا میگه درود بر شما، میدونید که ما 7000 سال تاریخ داریم و وافر. تو خیابون خوب شد منم اومدم اینجا، من بار اول دارم میام دنبال آدرس میگشتم، اشتباهی پیچیدم جلو شما، شما بوق زدی، من دستم بلند کردم، یعنی ساری ببخشید، متاسفم، ولی همچین گاز دادی آمدی خودتو فامیلتو میخواستی به کشتن بدی، من و زن بچه‌رم میخواستی به کشتن بدی که فوش بهم بدی، حالا اومدم میبینم تو اینجا شما سخنرانی امشب و شما میگی درود و شما میگی گفتار نیک، شما میگی کردار نیک، شما میگی پندار نیک، من میگم آقا همین باشید که هستید، بذارید با این آقا شروع کردیم با اینم تموم کنیم. بفرمایید دوستان. دیدید حالا خوشتون اومد؟ این ما هستیم. حالا شما بگو آقا این ایرانی نیست، این عرب زاده است.
آقا تمام اینایی که سر کارن تمامشون ایرانی هستن، ایرانیایی که تونستن من شما رو گول بزنن، ایرانیایی که تونستن بیان بچه‌ها رو به شهادت برسونن، به جنگ بفرستن، ولی بچه‌های خودشون امروز همه تو آمریکا زندگی میکنن. نگذاشتید. ساعت یک شد. ازتون خداحافظی میکنم. خب بدم نیست وقتی برنامه‌ها اینجوری بگذره. من الان 3 تا ویدیو گذاشته بودم که می‌خواستم یه آخوندی رو به شما نشون بدم، بعد بگم این درست میگه یا غلط میگه، اونو بذاریم برای صحبت. ولی اصلا عوض شد برنامه. و اب نداره. حالا تازه اول کاره. از اینکه اولین روز برنامه شماها با من بودید بسیار ممنونم. از همه شما بیشتر از آقای مصطفی زاده ممنونم. امیدوارم توی برنامه آینده بتونم نظر ایشون رو هر روز درباره اون موضوع یا تاپیک برنامه داشته باشم. دوستان برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. من فردا ساعت 12 ظهر باز از همین تلویزیون مردم و به وسیله تلویزیون رنگارنگ با شما خواهم بود. نظرات خودتون رو چه با من چه با آقای داور در میون بذارید. شما مخالف منی زنگ بزن به داور بگو آقا این میخواد که زنگ زد درست کو که آقا من نمیدونم کی آقای سوربین اجازه داده، داور اجازه داده من صحبت کنم. شما بهش زنگ بزن بگو آقا این داره مردم رو گول میزنه، من میخوام بیام مردم رو اشراف کنم. داورم بهت میگه آقا اینجا بالاخره هزینه ای داره، تحمل میکنی بیا چیز کن. شاید هم بهت مجانی بده برای که بخواد بندازتت به جون من، شاید بهت مجانی بده برنامه، بگه آقا بیا بیا سنگ شکن میخواد. عذر میخوام سر یک ساعت یک من با شما خداحافظی میکنم و نمیدونم این برنامه ممکنه چند دقیقه بعد عوض بشه. تا اون موقع یه چند تا شعر از شاملو اگه داشته باشم براتون پیدا کنم بذارم. قبلش داشتم آهنگای شیرازی رو، شعرهای شیرازی رو که آقای یدالله طارمی میگه. از داور ممنونم، خوشحالم که باز با هم کار میکنیم. امیدوارم این همکاری این بار بهتر، صمیمانه‌تر، منطقی‌تر باشه. ما یه مقداری از اینجا باید بیایم بالا، منطق استفاده کنیم. و شما وقتی منطقی هستی منم سخت بهم میگذره وایسم پشت چراغ قرمز، ولی منطق میگه سوربی وایسا بذار اون بره نوبت تو هم میشه، اگه الان بری تصادف میشه احمق، یه سال بابا وایست و پلیس بیاد، 10 روز یکتون میرین زندان، 100 روز هم ماشینتون خرابه. پس 1 دقیقه هم دیگر تحمل کنیم، از این بالاخونه هم استفاده کنیم. ممنون از اینکه شما دوستان عزیز، به امید روزهای بهتر، به امید اینکه بتونیم هم دیگر رو تحمل کنیم. ممنون، مرسی.